خیلی وقتا هست برای دریافت درآمد ارزی خودمون به مشکل میخوریم. معمولا یه سری سایت ها هستن ممکنه درآمد رو به شکل مختلف به شما پرداخت، مثلا یورو، روبل، چی؟ بیتکوین، ریپل، اتریوم. میخوای سرمایه گذاری کنی یا تازه میخوای انجامش بدی؟ میخوای سود پولتو بگیری؟ هیچ مشکلی نداره امروز قراره به سایت بپردازیم که به ما این امکان رو میده که بتونیم ارزهای خودمون رو داخل اون نگهداری خرید یا فروش کنیم. میخوره کنجکاو شده باشی. ادامه ویدیو رو با ما باش. به نام خدا، من مهدی هستم و این کانال تصویره و اول از این به این موضوع بپردازیم، مسائلی مرتبط با IP، VPN و کسایی که داخل و خارج از کشور هستن. کسایی که داخل ایران هستن میتونن حسابی که میخوان ایجاد کنن و با استفاده از میلشون عملیاتشون انجام بدن. کسایی که خارج از کشور هستن میتونن با تلفن همراه ایمیل این کار انجام بدن. همچنین برای کسایی که خارج از کشور هستن اینو بگم که شما برای ارتقاء سطح خرید حتما با کارت شناسایی، پاسپورت، آدرس و باقی موارد که حالا توی سایت درج شده و ما به اونا میپردازیم حتما به این سایت ارسال کنید. خیلی خب، اول ما یک معرفی از سایت داشته باشین. اگر اجازه بدید من به شما نشون بدم. من لینک سایت رو توی دیسکریپشن گذاشتم براتون که کار شما راحت تر بشه. خب شما میتونید به آدرس payeer.com مراجعه کنید و با یه همچنین صفحه مواجه میشید. خب توی این قسمت اومده یک سری توضیحات راجع به سایت به ما داده که این سایت کارش چی هست، چجوری کار میکنه و از چه ارزهایی پشتیبانی میکنه. توی این قسمت شما میتونید به اصطلاح یک کیف پول هست، میتونید این کیف پول رو روی تلفن‌های همراهتون به اصطلاح پلتفرم‌های اندروید و iOS هم پشتیبانی میکنه. خیلی خب، دیگه باقی موارد برای اینکه بفهمید چی هست دیگه تنبل نباشید. میتونید از ترنسلیت استفاده کنید، translate.google.com. میتونید تمام این موارد رو اونجا کپی کنید و منظورش رو بفهمید که چی هست و چه خدماتی رو به ما ارائه میده. خیلی خب، من سریعتر یه توضیحات کاملی داشته باشیم. برای ایجاد حساب ما روی گزینه کرییت اکانت کلیک میکنیم و توی این قسمت از ما یک ایمیل خواسته برای ایجاد حساب که من ایمیل رو وارد میکنم. توی قسمت پایین از ما یک کد امنیتی خواسته که اینجا میتونیم مشاهدهش کنیم و اینجا وارد کنیم. خیلی خوب، در مرحله بعد به اون ایمیلی که اینجا وارد کردیم یک کد امنیتی ارسال میکنه برای صحت و تایید ایمیل شما که شما با مراجعه به ایمیلتون میتونید اون کد رو به اصطلاح کپی کنید و توی این قسمت واردش کنید. خب اگر اجازه بدید من کد امنیتی رو پیدا کنم و برای شما توضیحات دیگر رو خواهم داد. خیلی خوب، من کد رو تو این قسمت وارد میکنم و گزینه کرییتر اکانت رو میزنم برای ادامه ایجاد حساب. خیلی خوب، مرحله بعد از ما پسورد و کلمه امنیتی میخواد که توی این قسمت از ما یک پسورد میخواد که میتونید پسورد دلخواه خودتون رو اینجا وارد کنید. اگر نه که همین پسورد که اینجا خودش وارد کرده بسیار مناسبه،
از حروف کوچیک و بزرگ اعداد تشکیل شده و تو این قسمت تکرار پسورد رو وارد میکنید. و همچنین توی این قسمت خیلی مهمه دوستان توجه کنید، کلمه امنیتی رو همیشه کپی کنید یا یک کلمه امنیتی مختص به خودتون رو وارد کنید که باید حتما عدد باشه. و تو این قسمت هم نام حساب کاربری رو به شما نمایش داده که دوستان من پیشنهاد میکنم تمامی این گزینه‌ها رو یک کپی حتما ازش داشته باشید و توی یک فایل ورد یا داکیومنت حتما ذخیره‌اش کنید. خیلی خوب دوستان، در مرحله بعد از ما یک نام و نام خانوادگی رو میخواد. برای دوستانی که خارج از کشور هستن اینو اشاره کنم که حتما این قسمت ها رو با نام و نام خانوادگی خودتون پر کنید، چون اگر این کار رو انجام ندید بعد در مرحله ارتقاء حساب به مشکل خواهید خورد و اون قسمت از شما میخواد که پاسپورت و کارت شناساییتون رو ارائه بدید. اونجا دیگه نام و نام خانوادگی شما اگر اینجا درست وارد نکنید اونجا به مشکل خواهید خورد. خیلی خوب، اینجا اجازه بدید. بله خب دوستان، در مرحله بعد با حساب شما رو ایجاد میکنه و با یه همچنین صفحه مواجه خواهید شد. دوستان در قسمت اولش به شما همون نام کاربری، پسورد، ایمیل و کلمه امنیتی رو به شما نمایش داده که من پیشنهاد میکنم گزینه دانلود TXT فایل رو بزنید و حتما این فایل رو در یه جای امن ازش نگهداری کنید. و اگر زمانی به مشکل برخوردی و نتونستی وارد حساب کاربری خودتون بشید، توی این قسمت میتونید از فایل TXT تمام مشخصات خودتون رو کپی کنید و وارد حساب خودتون بشید. خیلی خب دوستان، اینجا ارزهایی که پشتیبانی میکنه رو نمایش داده که یورو بیتکوین، ارزهای اتریوم، بیتکوین کش و و و و. خیلی خب در قسمت اول یک پیام به ما نمایش داده که تو این قسمت به ما نشون میده که از هر ارزی که ما بخوایم به اصطلاح واریز کنیم یا پرداخت کنیم چند درصد کارمزد از ما میگیره و به اصطلاح توضیحاتی از این دسته رو به ما ارائه داده که تو این قسمت ما بیشتر به پیام های سیستمی یا پیام هایی که از طریق بخش پشتیبانی این سایت به ما ارسال میشه توی این قسمت به ما نمایش خواهد. خب در قسمت بعد مشخصات حساب رو به ما داده که توی این قسمت نام کاربری و وریفای بودن حساب کاربریتون یا نبودنش رو به ما نشون میده که با این زدن این گزینه شما میتونید به بخش وریفای حسابتون برای ارتقاء سطح خریدتون مراجعه کنید. خب این تاریخی هست که شما به سایت ریجستر کردید، یعنی به سایت ورود کردید. در قسمت بعد زبان سایت رو به ما نمایش داده که زبانهای انگلیسی و روسی پشتیبانی میکنه. در قسمت بعد شما میتونید سایت رو به حالت دارت یا لایت تغییر بدید. در قسمت بعد دوستان توجه کنید، این وقت خیلی مهمه، بخش پشتیبانی سایت هست. زمانی که شما به مشکلی برخوردید و نتونستید اون رو حل کنید میتونید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید و اون قسمت میتونید مشکل خودتون رو بهشون توضیح بدید تا اونا بتونن براتون رفع مشکل کنن. خیلی خب دوستان، این قسمت به ما نشون میده که ما لیست تیکت هایی که ارسال کردیم و دریافت کردیم توی این قسمت به ما نمایش میده و اگر
میخوان که تیکت یا پیام جدیدی به بخش پشتیبانی بفرستید از گزینه نیو تیکت استفاده کنید. تو این قسمت پایین پشتیبانی بگیرید، اینجا می‌نویسید، اینجا آیدی هست که مشکل شما مربوط به کدوم تیکت قبلی هست. یعنی اگر شما از قبل تیکتی ارسال کرده باشید و الان دوباره بخواید تیکت جدیدی در اون رابطه ارسال کنید به صورت مجدد، تو این بخش میتونید آیدی تیکت قبلی رو از اینجا کپی کنید و در اینجا به اصطلاح پیستش کنید. این بخش پیام خودتون رو مینویسید و این بخش شما میتونید یک فایل ضمیمه رو انتخاب کنید و برای بخش پشتیبانی ارسال کنید. توی این بخش شما میتونید بگید که مثلا این پشتیبانی که من نیاز دارم مربوط به کدوم بخش میشه. یعنی اگر به بخش پیر مسترکارد باشه اینو میزنید، دیگر سوالات باشه اینو میزنید و و و. خیلی خوب، در بخش بعدی که حتما و حتما بعد از اینکه حساب خودتون رو ایجاد کردید به این بخش مراجعه کنید، به بخش تنظیمات، بخش پروفایل. دوستان تو این بخش به ما نمایش میده که شما تا سقف 2000 دلار در روز میتونید تراکنش مالی داشته باشید و اینو بگم که این قسمت فقط شامل کسایی میشه که خارج از کشور هستن و از حساب‌های مسترکارد و ویزا کارت استفاده میکنن و میخوان از حساب بانکی خودشون به این سایت پول واریز کنن و این 2000 دلار فقط شامل شما میشه. دوستان تو این بخش کسایی که خارج از کشور هستن حتما بیان اینجا و تلفن همراه خودشون رو وارد کنن و اینجا تاریخ تولد، اینجا میتونن شهر تولد و آدرس خودشون رو اینجا وارد کنن تا حسابشون وریفای بشه و بتونن سطح خرید و فروش خودشون رو ارتقا بدن. خیلی خوب دوستان، یه چیزی فراموش کردم، کسایی که با آی پی ایران میخوان وارد بشن سایت اصلا مشکل نداره، راحت باشید. اصلا فقط یه چیزی بگم، کسایی که با هر آی پی میخوان وارد این سایت بشن دفعه بعد با همون آی پی باید وارد بشید. یعنی اگر الان با وی پی ان وارد این سایت شدید باید حتما با وی پی ان وارد بشید دفعه بعد، چون خیلی حساسه این سایت توی بخش آی پی و اینجور مسائله. خیلی خب، در قسمت بعدی بخش سیکیوریتی هست. شما برای ورود کردن به این سایت از چه طریق میتونید انتخاب کنید؟ مثلا من دفعه بعد که میخوام وارد این سایت بشم از طریق ایمیل بیام میدم به من اطلاع بده که ورود کردم، یا از طریق اسمس یا تلگرام. مثلا هر دفعه که من وارد این سایت بشم یک ایمیل به من ارسال میکنه که مثلا فلان شخص با فلان آی پی وارد حساب شما شده و اگر اون آی پی من نباشم میتونم از طریق ایمیل حساب خودم رو روی اون آی پی ببندم. پس اینجا انتخاب میکنم که از چه طریقی به ما اطلاع بده. خب باقی موارد زیاد چیز خاصی نیست. آره، خب دوستان تو بخش بعدی بخش چنج پسورد هست. اینجا میتونید پسورد قبلیتون رو وارد کنید و دو قسمت بعدی بیاید یک پسورد، یک کد امنیتی جدید تعریف کنید برای خودتون
و گزینه‌ام هم بزنید. و اما بریم سراغ قسمت‌های اصلی سایت. خب ببینید اینجا هم تو که گفتم اعضایی که پشتیبانی میکنه و به شما نمایش داده و توی این بخش گزینه اد شما میتونید اصطلاح یک اد رو به کیف پول خودتون اضافه کنید و همطور که مشاهده میکنید اگر دلار میخواییم به حساب خودتون واریز کنید اینجا مقدارش رو میزنید، مثلا 10 دلار اینجا برای شما محاسبه میکنه، به ما میگه که شما حتما باید یک کارت بانکی باشه برای به اصطلاح واریز کردن دلار و بعد جور ارزها، همچنین روبل. یا این سه بخش اول رو حتما باید با کارت بانکیتون واریز کنید. یک سری سایت ها هستن که دلار درآمد به شما میدن که شما میتونید توی این بخش نام کیف پولتون رو کپی کنید و به اون سایت بدید تا درآمدتون رو حالا دلار، روبل، یورو واریز کنه به حسابتون. توی این بخش من حالا میتونم بیت کوین رو بزنم. دوستان سری حروف و کلمات و اعداد ترتیبی از اینا به ما نمایش داده که ما میتونیم این رو کپی کنیم و به اصطلاح اگر سایتی هست که ما داریم به بیت کوین کسب درآمد میکنیم میتونیم اینو کپی کنیم و به اون سایت ارائه بدیم تا درآمدمون رو به کیف پولمون واریز کنیم. و اینو بگم دوستان حتما از صحت اون سایتی که میخواید درآمدتون رو دریافت کنه از صحت و امنیتش حتما مطمئن باشید، چون در غیر این صورت میبینید که مثلا من خودم برام پیش اومد که آدرس کیف پولم رو دادم به یه سایت و به جای اینکه درآمدی رو به من پرداخت کنه کیف پولم هم خالی کرد. دقیقا اینجوریه دیگه، خلاصه احتیاط شرط عقله. و خلاصه دوستان تو این بخش شما میتونید ارز تتر رو واریز کنید، اینا هم کد ها دارن که باید حالا من توی ویدیو جداگونه میگیرم برای واریز ارز به کیف پول. و تمامی این ارزها رو ما تست خواهیم کرد. خب گزینه بعد ترانسفر هست که ما میتونیم ارزی رو انتقال بدیم به یک حساب دیگه که اینجا مثلا مسترکارد، ویزا کارت، میتونیم حتی به یک کیف پولی که از بیت کوین پشتیبانی میکنه ما میتونیم اون رو مثلا ارسال کنیم که تمامی ارزها رو و همچنین کیف پول ها رو اینجا میتونید مشاهده کنید. دوستان بخش بعدی ترید هست. تو این قسمت مثال من بیت کوین دارم یا اتریوم دارم، توی این بخش من میتونم اونها رو بفروشم یا حتی بخرم. بله بخش خرید و فروش دقیقا اینجا هست، زده بای بیت کوین که این قسمت برای خرید هست، این قسمت سیل بیت کوین که توی این بخش شما میتونید اونو بفروشید. و همچنین اینجا میتونید ارزهای دیگر رو انتخاب کنید، مثال بخش لایت کوین که اینجا تغییرات روزمره و هفتگی، ماهیانه و همچنین به ما نمایش میده که این پول ارزشش روزانه به ارزشش افزوده شده یا اینکه کاهش پیدا کرده. که این بخش ما میتونیم مشاهده کنیم که اینجا ما مقدارش رو وارد میکنیم، مثال 12 لایت کوین من میخوام بفروشم که اینقدر دلار به ما پرداخت میکنه و با زدن گزینه سیل ما میتونیم اون رو بفروشیم. خیلی خب بخش بعدی اکسچنج هست که ما تبدیل کننده ارزها رو اینجا داریم. دوستان دقت کنید تو این بخش ما
مثلا میتونیم اتریوم رو به بیت کوین تبدیل کنیم. مثلا اگر ما یک اتریوم رو بخوایم به بیت کوین تبدیل کنیم، این مقدار، این مقادیر بیت کوین به ما ارائه میده، تبدیلش میکنه به بیت کوین. همینطور که میبینید این عدد مدام در حال تغییر هست. این سایت خیلی بروزه و پرداختی و دریافتی که ما از این سایت داریم به صورت لحظه‌ای حساب میشه و به اصطلاح هر چقدر بیت کوین بره بالا یا ارزهای دیگه بره بالا ما سود میکنیم، هر چقدر بیا پایین و همون مقدار به ما پرداخت میکنه توی این وقت و ما ضرر میکنیم. خب همچنین تو این بخش ارزهای دیگه هم میتونید ببینید، خودتون تو این سایت ورود کنید و اونها رو حتما مشاهده کنید. خب بخش بعدی دوستان هیستوری هست. ببین ما مثلا از یه سایت دریافتی یا پرداختی داریم، مثلا فلان تاریخ به حساب ما واریز شده یا مثلا فلان تاریخ از حساب ما برداشت شده، توی این بخش به ما تمامی تراکنش ها رو با جزئیات دقیق به ما ارائه میده و ما میتونیم تمامی جزئیاتش رو با دقت بررسی کنیم. حالا فعلا من این حساب رو تازه ایجاد کردم و چیز خاصی اینجا به من نمایش نداده. بخش بعدی بخش API هست. دوستان یک سری سایت ها هستن از ما API میخوان. API چی هست؟ ساده بگم یه جور دریافت و پرداختی به صورت اوتوماتیک هست. یعنی شما اینجا یک شبکه کد رو ایجاد میکنید و اون شبکه کد رو به اون سایت ارائه میدید. وقتی که این کد رو دادید، اون سایت بستگی به قوانین خودش داره، میتونه هر زمان که دوست داره به حساب شما پرداخت کنه و هر موقع تسریع بودجه داشت از سایت شما برداشت کنه. دقت کنید، پس این API رو در اختیار سایت یا سایت خاصی قرار ندید به هیچ عنوان. من یک سایت بود دیدم زده بود 150 روبل به اصطلاح میخواد بهم بده، خیلی خوشحال شدم و از من یه API خواهد. من حولاش 10 دلار 20 دلار توی حساب خودم داشتم و با ارائه دادن این API به اون سایت، اون یعنی من این مجوز رو بهش دادم که از حساب من برداشت کنه و بعد از اینکه API هم رو به اون سایت ارائه دادم، حساب من خالی شد و به بخش پشتیبانی زمانی که از پشتیبانی این سایت کمک خواستم به من گفتن که این مقدار از حساب شما سرقت رفته و دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. خب همونجور که میبینید این API از جاوا، سی شارپ و پایتون، اینا یک سری زبانهای برنامه نویسی هستن که این API میاد از طریق این زبانهای برنامه نویسی به اصطلاح ایجاد میشه و شما میتونید اونا رو ارائه بدید. حالا این API اصلا به درد کجا میخوره؟ این API زمان که ما توی فارکس یا بورس ها یا به اصطلاح فروشگاه ها ما نیاز داریم که به صورت اتوماتیک دریافت پرداخت داشته باشیم و ما نمیتونیم نظارت داشته باشیم، این سایت اومده به ما این API رو ارائه داده و برای ما میتونه به صورت اتوماتیک دریافت و پرداخت کنه. پس در زمینه فارکس و فروشگاه ما
مثال فروشگاه اینترنتی تو میتونید از این ای پی آی استفاده کنید. خب دوستان، این ویدیو هم به پایان رسید. شما اگر میتونید به کانال من مراجعه کنید و حتما نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو بنویسید و اگر از این دست از ویدیو هم خوشتون اومده میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کوچیک هم اگر بزنید به محض اینکه ویدیو جدیدی از من ارائه بشه حتما به شما اطلاع خواهد داد. همچنین ما در زمینه‌های کسب و کار، پیرمایه، کسب درآمد و فوتوشاپ، عکاسی، فیلمبرداری فعالیت میکنیم و امیدوارم که این ویدیو به کمک شما بیاد و بتونید نهایت بهره رو ازش ببرید. پس تا یک ویدیو دیگه امیدوارم.